سرخط خبرها. بازداشت 20 نفر در اردن به اتهام طراحی کودتا، ولیعهد سابق میگوید در حبس خانگی است. اول سرپایی میره بالا، یکی دو هفته بعد بستری، یکی دو هفته بعد مرگ میره بالا. جهش شمار مرگ‌های روزانه ناشی از کرونا در ایران، کمتر از 0.5% مردم واکسن زدند. آغاز بررسی طرح‌های پیشنهادی برای صلح افغانستان در شورای عالی مصالحه، معاون دوم رئیس جمهوری بر حفظ قانون اساسی تاکید کرد. و رژه تاریخی پادشاهان مصر باستان در قاهره. سلام به شما، عصر یکشنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز 15 فروردین برابر با 4 آوریل از تلویزیون فارسی بی بی سی. ولیعهد پیشین اردن میگوید در خانه‌اش زندانی شده. بعضی از نزدیکان خانواده سلطنتی هم بازداشت شدند. مقام‌های حکومت اردن میگویند که آنها می‌خواستند کودتا کنند. اما حمزه بن حسین در ویدیویی که به دست بی بی سی رسیده گفته که حکومت می‌خواهد صدای انتقاد او از فساد را خفه کند. در همین حال روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابعی در اردن نوشته که بعضی از سران عشایر و مقام‌های امنیتی هم در این توطئه گسترده و پیچیده شرکت داشتند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. I'm making this recording today. این گوشه ای از ویدیویی که ولیعهد پیشین اردن در اختیار بی بی سی گذاشته. ویدیویی که دیروز در حبس خانگی ضبط شد. I had a visit from the chief of the general staff of the Jordanian armed forces this morning. رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن صبح امروز به دیدنم اومد و به هم گفت حق ندارم از خونه خارج بشم یا با کسی تماس بگیرم، چون کسانی در اطراف من از دولت و پادشاه انتقاد کردند. مشاهدین الکرام، و این چند ساعت بعد خبر فوری تلویزیون دولتی اردن. گوینده از قول بیانیه ستاد مشترک نیروهای مسلح اردن میگوید به حمزه بن حسین، ولیعهد پیشین، برادر ناتنی پادشاه، گفته شده فعالیت‌هایش را متوقف کند. تحقیقات وسیع دستگاه‌های امنیتی نشان داده که این فعالیت‌ها امنیت و ثبات کشور را به خطر انداخته است. گوینده از قول بیانیه ستاد مشترک میگوید که طی این تحقیقات بسام ابراهیم عبدالله وزیر پیشین دارایی و شریف حسن بن زاید رئیس پیشین دربار و تعدادی دیگر دستگیر شدند. در خیابان‌های نیمه تعطیل عمان اوضاع ظاهراً آرام است، اگرچه گزارش‌هایی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در اطراف کاخ سلطنتی منتشر شده. روزنامه‌ها گوشه‌هایی از بیانیه ستاد مشترک را تیتر کردند، مثل این یکی که می‌گوید تلاش‌ها برای پایان دادن به امنیت کشور خونسا شد. این یکی نوشته شاهزاده حمزه دستگیر نشده است. این مرد می‌گوید انشالله سایه خاندان هاشمی بر سر همه اردنی‌ها و به خصوص بر سر همه دشمنان کشور و افراد فاسد باقی خواهد ماند. واشنگتن پست که خبر توطئه را اول دیشب منتشر کرد از قول منابعی دربار نوشته که یک توطئه پیچیده و فراگیر در جریان بوده که بعضی از سران عشایر و مقام‌های امنیتی کشور هم در آن دست داشتند، اگرچه خود شاهزاده حمزه در ویدیویی که ضبط کرده چیزی از آن نمی‌گوید. من مسئول از همپاشی حکومتداری نیستم. من مسئول فساد و بیکفایتی که از حدود 15-20 سال پیش در کشور حاکم بوده نیستم. شاهزاده حمزه پسر پادشاه سابق اردن ملک حسین است که 4 همسر داشت و پادشاه فعلی ملک عبدالله فرزندی از همسر دوم ملک حسین است، ملک مونا، و شاهزاده حمزه از همسر 4 ملک حسین است، ملک نور، که امروز از پسرش دفاع کرده است. او در توییتی نوشته که برای معلوم شدن حقیقت و برقراری عدالت دعا می کند. عدالت برای همه کسانی که هدف این اتهام‌های بی اساس قرار گرفتند. از واکنش ملک عبدالله هنوز خبری نیست. تقریبا همه کشورهای عربی و متحدان اردن امروز در پیام‌هایی از او حمایت کردند و از اردن به عنوان جزیره ثباتی در منطقه ناآرام. کسری ناجی، بی بی سی.
کاظم والی، تحلیلگر مسائل جهان عرب اینجا در استودیو با ماست. آقای والی، یک کمی از پیشینه و روابط قبلی شاهزاده حمزه با ملک عبدالله پادشاه اردن بیشتر توضیح بدید. خب در فوریه 1999 وقتی که ملک عبدالله به عنوان پادشاه جدید بعد از فوت پدرش ملک حسین انتخاب شد، شاهزاده حمزه رو به عنوان ولیعهدی انتخاب کرد، تا اینکه در سال 2004 اون رو از این سمت برکنار کرد و بالاخره در سال 2009 فرزند خودش رو شاهزاده حسین رو به عنوان ولیعهدی انتخاب کرد. شاهزاده حمزه 41 ساله فرزند ارشد همسر چهارم ملک حسین و بسیار نزدیک به ملک حسین بود، اون رو نور چشم معرفی میکرد همیشه و ملک نور یک فعال حقوق زنان و فعالیت‌های فرهنگی داره در اردن و بسیار یک شخصیت بسیار محبوب و با نفوذ در جهان عرب و اردن هست و گفته میشه که برکناری فرزندش شاهزاده حمزه از ولیعهدی در سال 2004 یک ضربه به جایگاه ملک نور بوده که روزی انتظار داشت روزی فرزندش رو به عنوان پادشاه اردن ببینه. اگه نگاه بکنیم به کسانی که الان میدونیم بازداشت شدن در اردن، افراد چه کسانی هستن؟ خب تعداد افراد بازداشت شدگان طبق اخباری که از واشنگتن پست درس کرده گفته شده 20 نفر هستند و این 20 نفر تعدادی از مقام های مسئول در خاندان در دربار سلطنتی اردن به واشنگتن پست اعلام گفتن که این افراد از تعدادی از این افراد از خاندان سلطنتی بودند، چند نفر از نیروهای امنیتی و تعدادی از زعمای عشایر و قبایل اردن در این توطئه نقش داشتند. در بین این بازداشت شدگان میشه مثلا به حسین بن زید اشاره کرد. ایشون تابعیت سعودی هم داره و بسیار نزدیک هست به خاندان سعودی و به همین دلیل به خاطر ارتباط نزدیکش به خاندان سعودی مدتی به عنوان فرستاده ویژه ملک عبدالله در عربستان سعودی فعالیت میکرد. شخص دوم هم که بسیار یک شخص معروف و با نفوذی هست، ابراهیم عوض‌الله هست. ایشون رئیس دربار سابق سلطنتی اردن بوده که جزو بازداشت شدگان هست. اشاره کرده که یکی از بازداشت شدگان از کسانی بوده که به عربستان رفت آمد داشته. مصر و عربستان در منطقه می‌بینیم که حمایت کردن از پادشاه اردن و آمریکا هم که خب متحدش اردن حمایت کرده از پادشاه اردن. فکر می‌کنید چه تبعاتی داشته باشه این اتفاقات داخل اردن روی مسائل منطقه؟ خب اولا اگر نگاه بکنیم به جمعیت 10 میلیونی اردن، اردن یک جمعیت بسیار پیچیده ای داره. 55% از جمعیت اردن فلسطینی ها هستن که پس از اشغال فلسطین توسط اسرائیل به این کشور اومدن. 40% از جمعیت اردن رو قبایل تشکیل میدن. مشروعیت پادشاه اردن همیشه مشروعیتش رو از زعمای قبائل و قبائل میگیره و زعمای قبائل نقش بسیار مهمی در دادن مشروعیت به پادشاه اردن دارن. بنابراین همچنین بیش از 2 میلیون سوری آواره در اردن هست. بنابراین این مسئله پیچیده‌ای که در اردن وجود داره باعث میشه که استقرار و ثبات در اردن بسیار مهم باشه برای کشورهای عربی و کشورهای اروپایی. متشکرم از توضیحات شما کاظم والی، تحلیلگر مسائل جهان عرب. ممنونم. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه. 15 نماینده مجلس ایران می‌خواهند یک کمیسیون ویژه برای نظارت بر سند جامع همکاری ایران و چین تشکیل شود. به گفته احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس، اگر پیشنهاد آنها تصویب شود، اعضای این کمیسیون در جلسه علنی انتخاب می‌شوند. هفته پیش ایران و چین سند همکاری 25 ساله امضا کردند. دولت جزئیات این توافق را منتشر نکرده.
سخنگوی سپاه پاسداران میگوید هر کس که گفته دلیل رفتن سعید محمد از سپاه تخلف بوده باید دقیق بگوید که چه تخلفی. این حرف رمضان شریف واکنشی است به حرفهای یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه که گفته بود دلیل رفتن آقای محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا تخلف بوده. آقای جوانی میگوید که منظورش از تخلف صرفاً بروز رفتارهای انتخاباتی از آقای محمد بوده که خلاف مقررات سپاه است. سخنگوی سپاه اما گفته که حرفهای آقای جوانی موضع سپاه نیست. نماینده بندرعباس در مجلس ایران مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم را به فساد مالی 28 میلیارد تومانی متهم کرد. به گفته احمد مرادی این شخص با استفاده از رانت و تخلفات عمده و با دستور رئیس جمهوری دبیر کل شورای عالی مناطق آزاد شد. حمید رضا مومنی یک ماه پیش با حکم وزیر اقتصاد به این سمت منصوب شد. در ایران مقام‌های مسئول هشدار دادند که موج چهارم کرونا خطرناک‌تر از موج‌های قبلی است. این در حالی است که کمتر از 0.5% مردم ایران واکسن زدند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم گفته که هند واکسن‌های خریداری شده را تحویل نمی‌دهد چون خودش با آنها نیاز دارد. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. در ابتدای پیک چهارم در حقیقت هستیم. روند افزایشی عمودی موارد سرپایی مثبت کشوره. هشدار مسئولان بهداشت و درمان درباره شروع خیز چهارم کرونا در ایران. موارد سرپایی، اول سرپایی میره بالا، یکی دو هفته بعد بستری، یکی دو هفته بعد مرگ میره بالا و متاسفانه ما این روند رو خواهیم داشت. حالا یه مقدار به ماه رمضان چشم امید بستیم که بالاخره رفت آمدها کم میشه و امیدها و آرزوهای دولت به جای اقدامات قاطع. آمار تلفات کرونا در ایران دوباره سه رقمی شده اما میزان واکسیناسیون بسیار ناچیز است. ما بیشتر حساس شدیم. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید این موج همه‌گیری از قبلی‌ها خطرناک‌تر است. خیلی پیش‌بینی ما اینه که این خیز چهارمی که داره شروع میشه از سه تا خیز قبلی بسیار شدیدتره و میزان و حجم مراجعان ما بسیار بیشتره. معاون وزیر بهداشت میگوید سفر به ترکیه احتمال وارد کردن انواع جهش یافته ویروس به ایران را در پی دارد. چون بالاخره اینا توریستی ان، فرودگاه‌هاشون پروازهای خیلی زیادی داره، چه امارات چه ترکیه، نگران ویروس برزیلی هم هستیم. اما دولت برای رفع این نگرانی‌ها هیچ اقدامی نکرده. مرز زمینی و هوایی به ترکیه باز بوده و تازه می‌خواهد بسته شدن مرز را بررسی کند. نوشدارو پس از مرگ. کشور دیگه کشور ترکیه است که این اواخر دوباره سوش غالبش شده سوش انگلیسی که به خاطر اون هم دو روز پیش آقای وزیر بهداشت نامه زدن برای بستن مرز هوایی و زمینی ترکیه که اونم حالا دارن روش کار میشه که انشالله این اتفاق بیفته. تعداد کسانی که واکسن کرونا زدند بسیار کم است. به 250 هزار نفر دوز اول واکسن تزریق شده. این یعنی 0.3% کل جمعیت ایران. حتی به 0.5% هم نمیرسد. انشاءالله تا پایان سال واکسن به اندازه کافی وارد میشه، تولید میشه. از طرفی دولت که پیشتر میگفت برای تهیه واکسن مشکلی ندارد، حالا میگوید هند پول را گرفته اما واکسن را نمیدهد. دادستانی اونجا اینو متوقف کرد و نذاشت بیاد. درصدی پول کاملا هم داده بود. دلیلش این بود که بالاخره دادستانی هند اعلام کرد هند وضعیتش خوب نیست و ما نیاز به واکسن خودمون داریم. دولت برای وارد کردن واکسن 10 روز پیش دست به دامان بخش خصوصی شد. اما حالا وارد کنندگان دارو میگویند واکسنی برای واردات وجود ندارد و هیچ کدام از شرکت‌های خصوصی موفق به خرید واکسن نشدند. در نبود واکسن و محدودیت‌های سخت ایرانه فعلا چشمانداز روشنی برای مقابله با کرونا به نظر نمی رسد. پرهام قبادی، بی بی سی. دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ماست. آقای دکتر، یک کمی برامون از این سیستم توزیع واکسن توضیح بدین. چرا وارد کنندگان دارو میگن که الان دیر شده اصلا برای خرید واکسن؟ درود بر شما. همطور که میدونید اخبار مربوط به واکسن مدت هاست توسط تمام منابع تحقیقاتی دنیا پیگیری میشه و همیشه همه منابع علمی در همه کشورها
همیشه در مترصد این بودن که ببینن که کدوم یکی از واکسن های موثر بر علیه بیماری کووید زودتر در میاد که اون رو بتونن تهیه کنن برای کشور خودشون. ما همیشه میدونستیم یا مادرنا یا جانسن جانسون یا آکسفورد یا فایزر قرار هست که اولین واکسن رو تولید بکنن، تحقیقاتشون از همه جلوتر بود و همین هم شد. به خاطر همین اگر که شما ملاحظه بکنید یک مسابقه یا رقابتی بین تمام دنیا بود در این زمینه. من بریتانیا رو عرض بکنم، بریتانیا حدود 9 ماه قبل پول واکسن آکسفورد رو حدود 90 میلیون دوز رو خریداری کرد و همینطور واکسن فایزر رو حدود 90 میلیون دوز 8 ماه پیش خریداری کرد و حدود 5 ماه پیش هم تعداد زیادی از واکسن های مدرنا خریداری کرد. یعنی تمام کشورها این حالت رو داشتن. شما می‌بینید جامعه اتحادیه اروپا 400 میلیون دوز واکسن آکسفورد رو حدوداً 9 ماه 10 ماه پیش اوردر داد، یعنی تقاضای خریدش رو کرد. چرا یعنی دولت ایران توی این بازار نتونسته به میزان جمعیت خودش واکسن رزرو بکنه؟ چرا نکرد؟ خب من از مسائلی که داخل وزارت بهداری ایران میگذره خب خبردار نیستم، ولیکن ظاهرا ما از رقابت جهانی در این مسئله بسیار بسیار عقب موندیم، چون که میبینید که این رقابت به ترتیبی بوده که کشورهایی که تونستن زود اقدام بکنن و پرداختاشون رو زود انجام دادند تونستند تعداد قابل توجهی واکسن بگیرن، حتی کشورهایی که خیلی پیشرفته نیستن مثل مثلا شیلی. شیلی ما الان دیدیم که بالای 40% جمعیتش رو بهشون واکسن تزریق کرده. علاوه بر اون کشورها نه تنها دنبال خرید واکسن بودن، بلکه همه اونها در صدد این بودن که اگر که واکسن بهشون برسه چطوری نگهداریش کنن. مثلا اگر واکسن فایزری که 70 درجه منفی دما نیاز داره چطوری تهیه بکنن وسایل نگهداری اون رو. ولی خب چیزی بوده که تو این سال یک سال و اندی بسیار بسیار فعال بوده و در همه کشورها و تمام کشورهایی که فعال بودن تونستن در این زمینه پیشرو باشن، وگرنه شاهد وضعیت فعلی نبودیم. و خب هر کشوری سعی میکنه منافع کشور خودش رو مقدم به شماره و تا نیاز خودش تامین نشه واکسنش رو به جاهای دیگه صادر نمیکنه. مگر اینکه گزارش ها میگه که اگر وضع به همین شکل پیش بره ایران ممکنه سالها طول بکشه که بخواد به ایمنی جمعی یا ایمنی به اصطلاح گله‌ای برسه. حتی خبرگزار بلومبرگ از 10 سال حرف زده. ببینید در مورد ایمنی جمعی اولا که یه تئوری بسیار خطرناکی است. ما ایمنی جمعی ما به خیلی وضوح خودمون دیدیم. ویروس دائما در حال تغییر هست و به خاطر اینکه ویروس تغییر میکنه ما ممکنه یک نوعی از ویروس رو بهش به ظاهر ایمن باشیم ولی به نوع دیگری که 3 ماه آینده ایجاد میشود هیچ گونه ایمنی نداشته باشیم. و تنها راه مقابله با این مسائل واکسن هست، چون واکسن فقط به این ترتیب نیستش که یک آنتیبادی یا یک حالت خیلی خاصی رو در بدن ما ایجاد بکنه، باعث یک واکنش بسیار بسیار وسیع ایمنی و حافظه ایمنی در سیستم ایمنی بدن میشه که میتونه تا اینجا که اطلاع داریم تا به حال بر تمام انواع مختلف ویروس که جهش هم پیدا میکنند مؤثر باشه. بنابراین که ما بخوایم مسئله ایمنی جمعی رو بخوایم در نظر داشته باشیم، من فکر میکنم ریسک بسیار بزرگی است و با تلفات بسیار بسیار و جرمان ناپذیری میتونه همراه باشه که من فکر نمیکنم هیچ کدوم از منابع علمی تایید بکنن. متشکرم از توضیحات شما دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت های ویژه. ممنونم. نگاهی دوباره کنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در اردن حدود 20 نفر به اتهام تلاش برای کودتا بازداشت شدند. حمزه بن حسین ولیعهد سابق این کشور در پیامی گفته که در بازداشت خانگی است. مقام‌های مسئول در ایران هشدار دادند که موج 4 کرونا از موج‌های قبلی خطرناک‌تر است. در ادامه این برنامه رژه پرزرق و برق پادشاهان مصر باستان در قاهره.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، گفته برای جلوگیری از فروپاشی نظام باید قانون اساسی حفظ شود. آقای دانش امروز دوباره بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم گفته کمیته موظف شده تا دیدگاه‌های مختلف را درباره طرح دولت برای نشست ترکیه جمع‌آوری کند. همکارم روین رهنوش از کابل با ماست. روین، آیا منظور آقای دانش درباره این که قانون اساسی باید حفظ بشه به معنای این که شاهد هیچ گونه تغییری در این قانون نخواهیم بود؟ پریزاد، چیزی که دولت تا حالا در صورت توافق با طالبان روش پافشاری کرده حفظ یک نظام دموکراتیک و جمهوریت است و این که نظام آینده هم باید مبتنی بر قانون اساسی فعلی باشه. امروز محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، هم گفت که باید قانون اساسی ادامه داشته باشه، اما دولت میگه که مشکل با تعدیل قانون اساسی نداره، چون آقای دانش هم گفت که لازم هست که قانون اساسی تعدیل شوه و بعد از 18 سال به گفته او تعدیل قانون اساسی به گونه طبیعی هم الزامی میشه و گفت که صلح ارزش این را داره که قانون اساسی تعدیل شود، ولی گفت که این تعدیل هم باید بر اساس مکانیزم صورت بگیره که در خود قانون اساسی آمده، مثلا برگزاری لویه جرگه. چیزی دیگری که آقای دانش تأکید کرد، گفت که باید که نظام و کارگزاران نظام انتخابی باشه و اضافه کرد که در صورت نهایی شدن توافق با گروه طالبان و بعد از اینکه از طرف مردم مورد تایید قرار گرفت، دولت آماده برگزاری انتخابات زیر نظر جامعه بین المللی هست و می‌دانیم که برگزاری انتخابات زود هنگام شاید مهمترین بخش بسته پیشنهادی دولت برای روند صلح در نشست استانبول است. روی به نشست استانبول اشاره کردیم، میدونیم که 12 روز دیگه قراره که شروع بشه، ولی وقتی نگاه میکنیم هنوز نماینده های دولت افغانستان نتونستن به یک موضوع نهایی و هماهنگ بین خودشون برسن. بله، امروز هم نشست در شورای عالی مصالحه ملی با حضور کمیته اعضای کمیته رهبری این شورا برگزار شد. شورا گفت که امروز 30 طرح از 25 حزب و برخی از اعضای کمیته رهبری شورای مصالحه رسیده به این شورا و کمیته کوچک تعیین شده تا همه طرح‌ها را بررسی بکنه و دیدگاه دولت این است که با یک طرح واحد به سراغ نشست استانبول بره. میدانیم که طرح‌های متفاوت تا حالا ارائه شده، از جمله امروز عبداللطیف پدرام رئیس رهبر حزب کنگره ملی افغانستان هم از طرح دولت انتقالی که آمریکا پیشنهاد کرده بود و پیشنهاد برخی از احزاب برای اینکه محمد اشرف غنی باید استعفا بده حمایت کرد، و اما گفت که باید دولت آینده بعد از توافق با طالبان دولت فدرالی باشه. نشست استانبول قرار هست که در 16 این ماه اپریل یا 27 حمل فروردین برگزار شود، ولی هنوز توافق دولت و طالبان به دست نیامده در این باره. اما دیروز منابع به بی بی سی گفتند که آمریکا، ترکیه و همینطور سازمان ملل در این باره توافق کردند و پیشبینی ها وجود داره که به احتمال خیلی قوی نشست در تاریخ که تعیین شده در نظر گرفته شده برگزار شود و توافق هم به دست بیاید در این رابطه از دولت و طالبان. ممنونم از توضیحاتت روین رهنوش، همکارم از کابل با ما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. بریتانیا در حال برنامه‌ریزی اقداماتی است تا جمع‌های بزرگ بتوانند در مراسم و رویدادهای عمومی شرکت کنند. این طرح فقط به افرادی اجازه شرکت در چنین جمع‌هایی را می‌دهد که بتوانند ثابت کنند واکسن زدند یا از ویروس کرونا پاک هستند. انتظار می‌رود فینال جام حذفی فوتبال انگلیس در ماه آینده آغازگر این طرح آزمایشی باشد. در میانمار ده‌ها جوان در یک حرکت هماهنگ تخم مرغ‌های عید پاک را با شعارها و تصاویر ضد کودتا تزیین کردند و آنها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. در این تصاویر بعضی از معترضان به کودتای ارتش در شهر یانگون در حال توزیع تخم مرغ دیده می‌شوند، اما بیشتر آنها عکس‌ها را به صورت ناشناس منتشر کردند تا گرفتار پلیس نشوند. بعضی از منابع می‌گویند که در 2 ماه گذشته ماموران 550 نفر را کشتند.
آکشای کومار، هنرمند مشهور هند، کرونا گرفت. آقای کومار گفته که در بمبئی در قرنطینه خانگی است. هند در شبانه روز گذشته بیش از 93,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا گزارش کرده که بیشترین در جهان است. دیشب مردم قاهره رژه تاریخی پادشاهان مصر باستان را تماشا کردند. در این برنامه پرزرق و برق 18 شاه و 4 ملکه مومیایی شده از موزه نئوکلاسیک مصر به موزه جدیدی در 5 کیلومتری محل قبلی منتقل شدند. درهای خانه تازه آنها دو هفته دیگر به روی عموم باز می شود. گزارش سالی نبیل را ببینید. مراسمی شاهانه. شاهان و ملکه های مومیایی شده مصر باستان موزه قاهره را ترک کردند و برای همیشه به منزل جدیدشان در جنوب پایتخت منتقل شدند. دیدن مراسم انتقال این مومیایی ها لحظه چشمگیر و به یاد ماندنیه. انتقال ملکه حتشپسوت و شاه رامسس دوم، دو نفر از قدرتمندترین فرمان روایان مصر باستان، به همراه فرعون‌های دیگر فضای پر انرژی و پر جنب و جوش ایجاد کرده. رژه مومیایی ها با خودروهای مخصوص انجام گرفت. آنها کمک فنرهایی دارند که از صدمه خوردن به مومیایی ها هنگام سفرشان جلوگیری می کند. هدف این مراسم جشنواره مانند که تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد، یادآوری دوران باستان بود. هنگام ورود مومیایی ها به منزل جدیدشان در موزه ملی تمدن مصر، با شلیک توپ از آنها استقبال کردند. رئیس جمهوری مصر هم که به چنین مراسم خیره کننده ای افتخار می کند به آنها خوش آمد گفت. مومیایی ها را فوراً در موزه رها نمی کنند. گروهی از کارشناسان در دو هفته آینده آنها را آزمایش می کنند و بعد با دقت در مکان طراحی شده قرار می دهند. سلینا بیل، بی بی سی نیوز، کایرو. و عید پاک برای کوچکترین عضو یک خانواده در بریتانیا زود از راه رسید. الیزابت فیل 4 ساله از غذاهای مخصوص عید پاک نگهبانان یک باغ وحش در دکده کوچک برایش گذاشتند داره لذت میبره. او این باغ وحش کوچکترین عضو جمعیت فیل‌های آسیایی در معرض انقراض است. باغ وحش‌های بریتانیا به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا به روی بازدیدکنندگان بستند، اما قراره که همونطور که پیشتر هم در خبرها گفتم چند روز دیگه دوباره باز بشن. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون با ما.